باید خیلی پر باشم بعد از یه هفته همینجوری برگردم. نه راستش این چند وقتی که نبودم رویم خیلی خوب نبود، الان رویم خیلی خوبه. قرار کلی فیلم خفن بسازم. اگه جدید هستین اینجا سابسکرایب کنید، عضو بشید تو کانال من. اون دکمه قرمز زیر فیلمو که بزنید عضو میشید تو کانال من. انقدر دوربین نگرفتم دستم، انقدر این یه هفته فیلم نساختم، حس عجیبی داره الان دوربین دستم. فکر میکنم خیلی حس عجیبی هم موقع ادیت بهم دست بده. تو اینترنت چند تا فیلم انگیزشی جستجو کردم که یه خورده حالم بهتر بشه و به این نتیجه رسیدم که افکار منفی دارم و با تمرکز کردن رو چیزای مثبت به راحتی میتونم این افکار منفی رو عوض کنم. یعنی به جای اینکه به نداشته هامون فکر کنیم، به داشته هامون فکر کنیم. یه فروشگاه جدید زدن اینجا نزدیک خونمون، اومدم ببینم چجوریه، چه شکلیه. خیلی آدمای خوبی هن، گفتم الان بهم گیر دادن. داشتن ما هم صحبت میکردن، داشتن فیلم برداری میکردن، گفتم الان بهم گیر میدن. یه نمایه داشت، گفتم الان بهم گیر میدن واسه فیلم برداری، ولی گفتن از ما هم فیلم بگی. خیلی آدمای خوبیه. فروشگاه که وارد میشی روش فکر کنم روسی نوشته، یعنی فروشگاه روسیه. خیلی جالب واسم، خیلی جالبه. نگاه کنید این روسیه، فکر کنم روسیه. نه اولین بار میام توی یه فروشگاه، به جای اینکه بندازنم بیرون خیلی استقبال کردن ازم. یه چیزی که هر جا پیدا نمیکنی تخمه است. نظرتون چیه یه بابی هم اینجا خوراکی روسی رو امتحان کنه ببینم چه جوریه؟ 100% یه چیزایی هم دارن که مخصوص کشور خودشونه. میتونم ازشون بپرسم چه خوراکی دارید که فقط مخصوص روسیه باشه؟ فکر کنم مایه. ماهی خشک. واو. یعنی به نظر شما چجوری میشه اینا رو بخوری؟ حتما حتما با بیام جای فیلم بسازم. ماهی چه جاله پسر. همینجوری که از تایتل فیلم میبینید قرار من 24 ساعتی چیزی نخورم. آخرین وعده‌ای که داشتم ساعت 12:45 بود. باید بهتون بگم که من تا حالا یک بارم روزه نرفتم و این اولین باری است که میشه گفت روزه بهش، اولین باری که دارم روزه میگیرم. اگه تونستم یک روز موفقیت پشت سر بذارم، بعدش دو روز، بعدش سه روز، بعدش چهار روز، بعدش پنج روز، ببینیم چقدر میتونم پیش برم. الان دارم میرم باشگاه. دیشب بهم زنگ زد گفت دارم میام و من رسما هیچ اجازه فیلم برداری ندارم. یه زن بدخلاق هست توی باشگاه، امیدوارم اون نباشه که بهم گیر بده واسه فیلم برداری. حالا حدودا ساعت 4 هست و هوا تاریک شد. چه رنگ خفنی داره. دادا چت کو؟ نه من مدرسه نبودم امروز. نبودی؟ نه. چونی؟ امروز چیزی نداشتم. داداشت گفت ربع ساعت دیگه میاد. اگه تو اینستاگرام منو دنبال کنید، یه استوری گذاشتم که کفش امیر رو دزدیده بودن و الان یه کفش دیدم گذاشتن جای احتمالاً بنده خدا یادش رفته. برم تحویل بدم که کفششو ندوزن. چون معمولا وقتی یارو خمیر همون، الان کسی تو همون نیست. کفششو احتمال داره بذاره پایین، ولی الان هیچ کس این دور و بر نبود و یه کفش زیر میز بود. برم تحویلش بدم کفششو ندوزن. هفتاد و هشت. آخرین بار چقدر بودی؟ 84. آره 80 خورده ای بودی. چاق شده من، همه چربی گرفته بدنم. نه از دوله هست نفوز بعد نزد. 70. نفس گرفته. الان مشتاق دوست دخترش رو برده. دوست دخترش همیشه انقدر اخموه یا الان اینجوریه؟ نه کلا همونطوری هست. همیشه به نظر ناراحت میاد، ولی گفت مشتاق میگفت یه دختر بود بغلش کردم گاز وقت حالا جدی. کل مدت تو این باشگاه این دستگاه کول است، همه از این وری میزدن. بعد گفتم
نمیشه از این وری بزنی. برگشتم دیدم دقیقاً همین جوریه، حس خوبه تمرین و اینجوری داری، نه اون برعکس. درستش اینجوری بزن، تو هم بزن تو هم بزن. واقعا درستش از این وری بود، این وری بود، انگار فرخون داره. آره دقیقاً یه سجیبی داشت. لعنت به کل باشگاه اینو اشتباه میزنه، یعنی هر کسی رو میبینی جهت اشتباهش میزنه، جهت درستش نمیزنه. میگه همه اشتباه میزنن داداش، همه اشتباه. پشت سرم اینجا میرقصن، اتاق رقص مال زنان. آره بعد یه لحظه نگاه کردم خودم رو، یه جور آینه است دیگه، بعد گفتم این چیه داخل، میخواستم برم اینترنت نگاه کنم. چرا اینطوری میکنی؟ این وکیوم بهش میگن، این که شکم میدن تو. اگه میتونی، سخته، وکیوم خیلی سخت. دیگه هیچی نیمونه. بگی شکم، بگی. حالا سیسپکم درست شده کرد. برو قفتر، برو قفتر. حالا من. برو تو نور. برو بس. یه دونه این وسط، این سینات، اون چیه؟ دقیقاً زیر خفه. آره اون چیه؟ پک اینجا زده بیرون. جون بای الان کجا من؟ تو کجا جفت؟ آره همینجا. تا الان 6 ساعت گذشته، یه خورده گشنه هستم ولی اوکی، خیلی به فشار نمیاد. اینجا یه شهر بازی گذاشتن واسه یه سال نو. سال نو که نزدیک میشه شهر بازی برپا میکنن و توی کل سال نیست، فقط یه مناسبتی که باشه شهر بازی میذارن، بعد از اون مناسبت جمعش میکنن. یه فیلمم بعدا راجع به این شهر بازی می‌سازم. وسایل یه بازی اصلیش اون پشت. الان دارم میرم خونه واسه اینکه هم زمان زود بگذره، هم انرژی ذخیره کنم، بازی می‌کنم. علی بیا غذا بخور. خب الان بهت گفتم چالش داره. چالش داری؟ بذار یه خورده بوش کنم. نه نه بوش نکن، بوش نکن، بوش نکن. خورا عقب، خورا عقب مزه. گارد نگیر. عجب. اوه نگم برات. کوفتت بشه. نون چقدر خود مامانم قیمه درست نکرده بود. عجب چیزی شد علی. وای زرما سیب زمینی و لپه. وای علی همه چیش به اندازه، نمک، فلفل. لپا ببین، لپاشو نگم برات. ببین لپا به اندازه تفخ شده، میفهمی چی میگم؟ یعنی نه خیلی نرمه نه خیلی سفته. مرغش انگار همین الان زنده زنده گوشتر رو پختن. تو حالا تو عمرت اینجوری از غذا تعریف کرده بودی؟ وای علی برنج انگار همین الان از سر شالیزار رو برد. اوه نوشابه علی، ترینکه میتونی بکنی؟ آره نوشابه میتونم بخورم چون کالری هم نداره، بدون شکره. گوه نوشابهش بدت نمیخوره. آب میتونم بخورم، چی نمیتونم بخورم؟ غذا نمیتونم بخورم. بعد یه چیز جالب راجع مسیحا یه چی مثل حالت روزه دارن ولی آب میتونن بخورن. نه همه چی میتونن بخورن ولی غذای مورد علاقه شون نمیتونن بخورن. البته فکر کنم هر گروه مسیحی یه جور باشه، دقیقا نمیدونم چه جوری. وای علی الان واسه تشنج کنم از خوشمزگی این غذا. لعنت به تو. نمیخوری؟ نه. وای چقدر چند ساعت گذشته؟ ساعت چنده الان؟ ساعت فرنگی هم داره حاجی. وا نه گورسین. وا یه بازی آنلاین هست به نام پابجی، داشتم الان اونو بازی میکردم، بعد یه جای حساس رسید قلبم داشت تونتون میزد، الان دستام داره میلرزه، نمیدونم به خاطر اینکه غذا نخوردم یا بازیش خیلی جای حساسی بود، خیلی هیجانی شده بود. لعنت به تو، دستم میلرزه. علی موز بخوری؟ نه نمیخوام موز بخورم، موز بخورم، هیچی نمیتونم بخورم دیگه. خب ساعت 1 هست، یعنی ربع ساعتم بیشتر از 24 ساعت. 24 ساعت تموم شد ولی اصلا گوشه نشدم، شاید به خاطر اینه که تقلب کردم، البته فکر نکنم تقلب باشه. این نوشابه رو خوردم، کالری صفر، همینجوری که میبینید نوشابه زیرو هست و
شاید به خاطر این که خوردم احساس گشنگی نمی کنم، ولی اگه به خاطر این نباشه خیلی جالبه که 24 ساعت که گذشت اصلاً که نه خیلی کم احساس گشنگی کردم. و همینطور که بهتون گفتم هدف 5 روزه، الان یه روز تموم شد، برش 2 روز، 3 روز، 4 روز تا 5 روز. یه روز که راحت گذشت واسم، خیلی آسون بود. ببینیم 2 روز چجوری میگذره. و این از فیلم امروز بود، امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومده حتما لایک کنید فیلمو، لایک فراموش نکنید. این فیلمو با دوستاتون به اشتراک بذارید. اگه جدید هستین اینجا سابسکرایب کنید. واسه تو کانال من کامنت بذارید، نظرتون راجع فیلم بگید. تا فیلم بعدی.